ایلان ماسک میگه شرکت فناوری نورالینک او برای اولین بار یک تراشه کامپیوتری رو در مغز یک انسان کار گذاشته. آقای ماسک مدیر عامل نورالینک با اعلام این خبر گفته فردی که تراشه مغزی رو دریافت کرده در حال بهبودی بعد از عمله و نتایج اولیه هم از تشخیص فعالیت سلول‌های عصبی به گفته او امید بخشه. نورالینک اولین محصول خودش رو تلپاتی نام گذاشته. این شرکت حدود یک سال پیش از اداره غذا و داروی آمریکا مجوز آزمایش انسانی تراشه‌های مغزی رو دریافت کرد. مهران تکلو، زیست‌شناس و پژوهشگر کریسپر در دانشگاه وختینگن هلند به ما پیوسته. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. در بهترین حالت میدونم که حالا نسخه های بسیار اولیه هست، ولی در چه زمینه‌هایی میتونه امیدبخش باشه برای چه نوع بیمارانی؟ بر شما آقای فرانزاد و همچنین بیننده های عزیز، بله البته خب یه مقدار زوده برای تصمیم گیری در اینکه در چه زمینه‌ای میتونه بخش باشه، چون فعلا تمرکز اولیه ایمپلنت بر روی بیماران ALS یا Amyotrophic Lateral Sclerosis یا SCI یا کسانی که به طور کلی توانایی حرکت دست ها و پاهاشون رو ندارن هست تمرکز اولیه، و فعلا از پیروز فعلا که این ایمپلنت انجام شده خبر خیلی بزرگیه به نظر من که نخستین پالس های الکتریکی توسط این پرشه شناسایی شدن و تا تصمیم گیری ایمن بودن این ایمپلنت خیلی فاصله داریم، چون گروه بیشتری از افراد باید این ایمپلنت رو دریافت کنن و این پروسه طبق پیشبینی ها 6 سال طول می کشه و همینطور افراد بیشتری طبق پیشبینی نورالینک اینوالو خواهند شد یا مورد این ایمپلنت قرار خواهند گرفت. سال 2024 11 نفر قرار هست این رو دریافت کنند، 2025 27 نفر و همینطور بیشتر. البته خب تا اینجای کار خودش خیلی قدم بزرگیه برای بهبود بیماران فلج نخاعی. حالا به ALS اشاره کردید و به طور کلی فرج نخایی، ولی در چشمانداز طولانی تر چه بیماران دیگری میتونن امید داشته باشند به توسعه این فناوری؟ بله خب این میتونه هر بیماری نخایی یا مغزی رو در بر داشته باشه. نورالینک فعلا یک جورای امید بازآوری بینایی به بیماران نابینا رو داده یا بازآوری شنوایی به افراد کم شنوا یا ناشنوا و همچنین حتی بازآوری توانایی حرکت دست ها و پاها، چون این ایمپلنت صرفا به عنوان یک برین کامپیوتر اینترفیس یا رابطه بین مغز و کامپیوتر میتونه به افراد توانایی حرکت دادن مثلا موس کامپیوتر یا توانایی کنترل کردن تلفن همراه رو بده، اما این توانایی رو بازآوری نمی‌کنه که این افراد با دست خودشون بتونن با حالا هر دیوایسی که قصد دارن ارتباط برقرار کنن و دستشون رو تکون بدن و یک جورایی پالس های الکتریکی یا دستورهای مغزی رو به زبان کامپیوتر ترجمه میکنه. ولی خب در آینده این امید وجود داره که حتی افراد بتونن حرکت کنن، افراد فلج نخایی. آقای تکلو، فراتر از بیماری ها فرصت کمی داریم، حدود یک دقیقه، آیا میبینید که در آینده برای کسانی که اتفاقا سالم هم هستن از این فناوری استفاده بشه؟ مثلا من دارم راه میرم و یهو پیامکی که به گوشیم میاد به جای که به گوشیم نگاه کنم در ذهنم بتونم بخونمش. قطعا همینطوره و این قدم اولیه‌ای هست که خیلی بزرگه تا ما به اونجا هم برسیم. به نظر من بجز بعد فردی که این تکنولوژی استاندارد زندگی افراد فلج نخایی رو بسیار بالا خواهد برد، بود اجتماعیش تغییر گارد افراد یا جامعه به طور کلی به همچین تکنولوژی هایی هست.
یک جورایی گروه هدف این ایمپلنت که افراد فلج نخاعی هستن اپلیکیشن این رو توجیه میکنه که خب ما میخواییم این رو برای این افراد استفاده کنیم تا به زندگی سالم یا حداقل بهتر برگردن، ولی به نظرم برای افراد سالم بسیار بسیار فاصله داریم تا FDA یه همچین چراغ سبزهایی رو نشون بده. ممنونم از شما مهران تکلو، زیست شناس و پژوهشگر کریسپر از هلند.